درود و سلام خدمت شما عزیزان بیننده، عزیزانی که تا به این ساعت، تا به این لحظه، تا به اینجا برنامه همگام با مسیح را دنبال کردید. خیلی خوشحالم که با برادر بسیار عزیزم جناب کشیش شهریار میتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم. شهریار جان. بله، خدا رو شکر، منم خوشحالم میتونم باز دوستان عزیز رو خدمت بکنم، کنار شما از کلام خدا صحبت بکنم و بتونم تمام عزیزان که دارن این برنامه رو نگاه میکنن هم بتونم اونها رو هم خدمت بکنم. فصل پنجم این دروس خودمون رسیدیم در رابطه با شخص مسیحی و کتاب مقدس. بله. میخواییم با عزیزان بیننده صحبت کنیم. آیه حفظی برنامه‌مون چی از شهریار جان؟ یافت میشه در کتاب عبرانیان باب 4 آیه 12. بله، عبرانیان 4 فصل 4 آیه 12 آیه حفظی و مورد نظر برنامه ما هست. میخواییم که تا دقایق دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. بله دوستان عزیز، در رابطه با کلام خدا، کتاب مقدس و شخص مسیحی مباحثی رو با هم دیگه دوره خواهیم کرد، چیزی که در دروس قبلی در این فصل با هم دیگه مرور کردیم. میخوام که یک بار دیگه برای شما عزیزان بخونم که در رابطه با قدرت کلام خدا هست، که کلام خدا چه قدرتی توی زندگی ما داره، اینکه اقتدار کلام خدا در زندگی ما، اینکه ما نیازمون به کلام خدا در کجا هست و اینکه نیازمون به کلام خدا چی هست، چه تأثیری توی زندگی ما میگذاره، چقدر ما باید برای اون وقت و برنامه بذاریم، و اینا موضوعاتی بوده که در این فصل پنجم با هم دیگه قبلا در موردش صحبت کردیم. ولی نقش اساسی کلام خدا توی زندگی من و شما چی است؟ داوود میگه که کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نوره. میخوایم که در بخش بعدی این برنامه رو دنبال کنیم که از برادرمون شهریار میخوایم که در بخش بعدی برامون بیشتر در این رابطه صحبت کنن. با ما همراه باشید عزیزان. بله دوستان عزیز، شخص مسیحی و کتاب مقدس موضوع فصل پنجم هست و از برادرمون شهریار میخوام که در این رابطه برای دوستان عزیز بیننده توضیح بدن. خواهش میکنم. بله، شخص مسیحی و کتاب مقدس یا کلام خدا، موضوعی که ماها پیش دوره کردیم با هم دیگه، خوندیم همش رو در جزئیات. فقط در وقت کمی که داریم شاید بتونیم یک نکات اساسیش رو با هم دیگه صحبت بکنیم. کلام خدا نان روزانه ماست، زندگی ما به این کلام بستگی داره. همه چیز ما، اعتقادات ما، اون اصولی که پیروی میکنیم، طرز زندگی ما تماماً اینجا نوشته شده. و من توصیه میکنم به دوستان عزیزم که این برنامه رو میبینن، حتماً کلام خدا رو داشته باشید در منزلتون، یا بخرید یا از روی اینترنت چاپ کنید. میدونم گرون تموم میشه، ولی باور کنید ارزشش رو داره که شما کلام خدا حداقل عهد جدید رو، اناجیل رو داشته باشید. چه بهتر کتاب مقدس کامل رو داشته باشید، خیلی مهمه. بله برادر رضا، کلام خدا روشنگر راههای ماست، زندگی ما رو دگرگون میکنه و اسامی مختلفی داره. کلام خدا داده شده برای اینکه ما اون رو انجام بدیم، داده شده که ما اون رو پیروی بکنیم. به این معنی نیست که این قلفتی از آسمون افتاده پایین، به این معنی نیست که کلمه کلمه شما باید انجام بدیم. نه، نوشته شده برای اینکه ما درس یاد بگیریم و نکات مثبتش رو پیروی بکنیم و نکات منفی که در زندگی انبیا میبینیم و گاهی وقتا واقعا شوک برانگیزه که چه کارایی کردن، چه اتفاقاتی افتاده، برای اینه که ما از اونها دوری بکنیم و اونها رو تکرار نکنیم، چون عاقبتش رو میبینیم. پس کلام خدا، کتاب مقدس، کلام الهام شده خداست، ولی نویسنده روی طرز نگارش، جمله بندی
دخالت داشته. دیکته نیست که خدا بگه و این مثل ماشین تایپ این افراد بنویسن کتاب مقدس، اصلا به این شکل نبوده. ما میبینیم سبکای مختلفی هست، اشعار هست، سبک خیلی امروزی هست، یا نوشته‌های پولس رسول خیلی سنگینه، بعضیاش قابل فهم نیست، خیلی کلمات عاشقانه و گفت و شنوده، خیلی دوستانه. در کتاب‌های سلیمان پادشاه داریم، در غزل‌ها به طور خاص، و میبینیم مثلا در کتاب‌های تاریخی مثلا میبینیم چیزهای دیگه هست، پنج کتاب تورات، اینا تماما سبکاشون فرق میکنه. این به این دلیل نیست که پس کدومش کلام خداست، اگه اون سبک درسته پس این غلطه. نه، همش کلام خداست و مصون از خطاست. از آسمون نیفتده پایین یه دفعه مثلا. نه، ظرف 1500 سال نوشته شده، 40 نفر در حدود 40 نفر اونو نوشتن، و میدونیم که روح القدس روی این کلام نگاه میکنه، اون کلام رو محافظت میکنه، مؤلف در اصل کنترل داره، روح القدس الهام کرده. آیات زیادی هست بند. اگه بخوایم بخونیم، فرصت برنامه ما نیست، فقط عزیزان بدونن که این کلام تحریف شده نیست. خدایی که یه چند صد صفحه کاغذ رو نتونه سالم نگه داره، من یکی به خدایی قبولش ندارم. اگه شما قبول میکنید نمیدونم، ولی فکر نمیکنم. کلام خدا کلام مصون از خطا و پایداره، بیشترین تیراژ رو هر سال داره، پرفروشترین، پرتیراژترین و عظیمترین کتابیه که تا حالا در دنیا چاپ شده. بهش میگن کتاب کتابها، از تمام اونهای دیگه بالاتر و بهتر و عالیتر، و زندگی هر کس رو عوض میکنه. و دقیقاً هم حملات هم اینجا هست و میگن این غلطه، این درست نیست، این تحریف شده است، این به درد نمیخوره، دست رفته تو دست رفته، پا رفته، من نمیدونم اصطلاح اینها. ولی کلام خدا اگر تحریف شدهش اینه که زندگی ها رو اینطور عوض میکنه، خدا رو شکر من همین رو میپذیرم. ببین تحریف نشدهش دیگه چی بود اگه همچین چیزی درست باشه. کلام خدا واژه‌های خاصی داره، بهش اشاره شده با نام‌های خاصی، که من سه مورد رو خیلی سریع میخوام خدمت بینندگان عزیزمون عرض کنم. در رساله به عبرانیان باب 5 از آیه 12 اینطور میخونیم: زیرا که هرچند به این طول زمان شما را میباید معلمان باشید، باز محتاجید که کسی اصول و مبادی الهامات خدا را به شما بیاموزد، و محتاج شیر شدید نه غذای قوی. اینجا مهمه، زیرا که هر کی شیرخواره باشد در کلام عدالت نازموده است، چون که طفل است. اما غذای قوی از آن بالغان است که حواس خود را به موجب عادت ریاضت دادن تا تمیز نیک و بد را بکنند. کلام خدا را اینجا اسمش گذاشته کلام عدالت، میگه در کلام عدالت نازموده است. کتاب مقدس اینجا به عنوان کلامی که عدالت کامل خدا در اون نوشته شده لقب گرفته، اینجور این اسمو بهش دادن، کلام عدالت، عدالت خدا که انسان گناهکار باید به خاطر گناهش مجازات بشه، ولی محبت خدا اجازه نمیده. عدالت خدا حکم میکنه که انسان باید مصلوب بشه، انسان باید بمیره، چون گناه کرده، مزد گناه موته، ولی محبت خدا عیسی مسیح رو میفرسته برای این کار. اما محبت و عدالت خدا رو در کلام خدا و مخصوصا در صحنه صلیب میبینیم که خدا کار بزرگی رو انجام داد. در رساله به فیلیپیان میخوام برای شما چند آیه بخونم. رساله فیلیپیان باب 2 آیه 16، یه اسم دیگه هست اینجا: و کلام حیات را برمی افرازیم به جهت فخر من در روز مسیح، تا آنکه عبث ندویده و عبث زحمت نکشیده باشم. کلام حیات یه لقب دیگه هست پولس رسول میده. زندگی در این کتاب هست. واقعا کسی که حیات روحانی میخواد باید این کلام رو بخونه و میبینه چطور حیات مضاعف پیدا میکنه. و همچنین من با یک آیه دیگه تموم میکنم، در رساله به افسوسیان باب 6 آیه 17، جزو سلاح‌های روحانی ما هست، اسلحه ما هست، میگه: و خود نجات و شمشیر روح را که کلام خداست بردارید. شمشیری که ما باهاش با دشمن مبارزه میکنیم، شمشیری که ما میتونیم تمام حیله های دشمن رو باهاش از بین ببریم، باهاش مبارزه بکنیم، و سلاح تهاجمی ما هست، همونطور که شما هم صحبت کردی در قسمت‌های قبلی. اینها چند تا از لقب‌هایی که فقط به کلام خدا داده شده. من نمیدونم فرصت ما چقدر هست ادامه بدیم یا بله، شما اگه مطلب دیگه‌ای دارید بگید. من
به طور خاص من چیز دیگه اینجا ننوشتم و میسپرم دست شما. خواهش میکنم. همونطوری که فرمودید کلام خدا مثل شمشیر که فرو میره نفوذ داره، بر اساس آیه حفظی ما که میگه کلام خدا شمشیر فرو رونده است که توی قلب ما، نفس ما و همه اینا رو جدا میکنه، نیتهای دل ما و به این شکل این کلام خدا میتونه زندگی های ما رو تحت تاثیر خودش قرار بده. در کتاب رومیان فصل 10 آیه 17 من یک آیه زیبایی که میخونم اینجا برای عزیزان، میفرماید که لحاظا ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام خدا. حتی اون ایمانی هم که ما میاریم از اون چیزی که میشنویم. از چی شنیدیم؟ از کلام خدا شنیدیم. بله، البته کلامی که زندگی ما رو تحت تاثیر شنیدن، چون اون موقع کتاب مقدس رو میخوندن، معمولا تورات رو میخوندن و در کنیسه ها مردم میشنیدن، به خاطر اینجور نوشته. ما میتونیم اینم بگیم که ایمان از خواندن است و خواندن کلام خدا. خواندن هم منظور همونه، این نیست که فقط از ایزان بشنون، با خودشون هم بخونن. بله، میخونن، یه عده میشنون، یه عده توی تلویزیون ممکنه ببینن، یه عده ممکنه از رادیو اولین بار بشنون. مهم اینه که از کلام خداست، میخونن و یا میشنون. این کلامی که میتونه زندگی های اونها رو تحت تاثیر خودش قرار بده. من شخصی رو میشناسم که همین آیه معروف انجیل یوحنا فصل 3 آیه 16 رو یه عده گروهی اومده بودن لبه ساحل میخوندن و اینم اونجا دراز کشیده بود، داشت آفتاب میگرفت. شهادت یک استاد بزرگ دارم براتون میگم که زیرا خدا جهان را انقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد تا هر که این بر او ایمان آورد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد. این آیه رو میخونن و به شکل سرود میخونن و میرن اون گروه. این شخص همینجوری میشنوه و میره، اعتقادی به کلام خدا نداشته و اعتقادی به خدا و اینها نداشته، ولی این آیه تو ذهنش میمونه. خدا یه خدای اون بالا هست که این جهان رو محبت کرده، یا نه هر که بهش ایمان بیاره میگه خب من باید به کی ایمان بیارم؟ پسر خدا کیه؟ نجات یعنی چی؟ حیات جاودانی چیه؟ من که حیات ندارم، من که گناهکارم. و همطوری این آیات، این آیه دائم، هم یک آیه دائم توی ذهن این کار کرده، چندین روز با این آیه زندگی کرده و توی فکرش سوال برانگیز بوده که این چیه اون چیه، و تا اینکه آخر خدا از طریق اون آیه زندگی او رو عوض میکنه. یک آیه میتونه زندگی یک نفر رو عوض کنه که اون میتونه نقش خیلی بسزایی در ایمان دیگران داشته باشه. وقتی که ما از شهادت زندگی خودمون هم حتی داریم بیان میکنیم نسبت با دیگران، خوبه که از کلام خدا بگیم، بگیم که کلام خدا در این قسمت این تأثیر رو توی زندگی ما داشت. 100%. بله، نمونه اون رو در پولس اعمال، در کتاب اعمال فصل 26 میبینیم که پولس رسول جلوی اغریپاس وایمیسه میگه و چقدر از آیات کلام میگه. در اول پتروس من یک آیه دیگه میخونم و با این تموم میکنم. اول پتروس فصل 1 آیه 23 میفرماید از آن رو که تولد تازه یافته اید، از نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی، یعنی به کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقی است. تولد تازه ما، تولد دوباره ما در مسیح با این بذره، با بذر کلام خداست که ما میشنویم و ایمان میاریم با کلام خدا. میخوایم که به استدیو بریم، دوستانمون برنامه رو حاضر کردن که باید به اتفاق میبینیم و تا بخش بعدی شما عزیزان رو میخوایم که در قسمت دیگه رو با ما باشید و با ما همراه باشید. بله عزیزان بیننده، در رابطه با کتاب مقدس و نقش اون در زندگی ما، برادرمون شهریار مطالبی رو دارن که باسم با شما عزیزان در میان خواهند گذاشت. بله، هرچی بگیم از کلام خدا کم گفتیم واقعا، و ای کاش وقت طولانی تر و بیشتری داشتیم، میتونستیم در جزئیات دوره بکنیم. حتی در ماهای گذشته که در مورد کلام خدا، در مورد دعا یا زندگی شخص مسیحی در دعا، در کلام صحبت کردیم، باز ناکافیه. واقعا یک گنجینه بسیار بزرگی هست که دوستان ما
که خودشون باید زحمت بکشن از کلام خدا و از منابعی که در اختیار دارن، کلیسا، مؤمنین، خادمین، از طریق اونها بتونن بیشتر بخونن و یاد بگیرن. من توصیه میکنم اگر ارزش کلام خدا و اهمیتش رو میخواید یاد بگیرید، واقعا مزمور 119 هم رو به طور دقیق مطالعه بکنید. مزمور 119 طولانی ترین باب کتاب مقدس هست و در کتاب مزامیر نمیدونیم دقیقاً کی نوشتتش. فکر میکنیم مفسرین کلام خدا میگن عزرای کاهن به احتمال خیلی زیاد اون رو نوشته، ولی تمام این مزمور از اهمیت کلام خدا، شریعت، از اون نصایح، از اون داوری، از تمام اینها اصطلاحات که به کار برده در مورد کلام خدا شروع میشه با یه خوشابه حال خیلی عالی. خوشابه حال کاملان طریق که به شریعت خداوند سالکن. یه خوش به حال اون کسی که تو این کلامو گرفته و در این راه زندگی داره میکنه. اینجا ده به سر میبره. سالک شده در این راه. خوشا به حال آنانی که شهادت او را حفظ میکنند و به تمامی دل او را میطلبند. با دو تا خوشابه حال مزمور رو شروع میکنه، مزمور شماره 19 رو، برای کسانی که این راهو گرفتن، طریقشون طریق کتاب مقدسه، و برای افرادی که اون کلام رو حفظ میکنن و در قلبشون اون رو نگه میدارن. این مزمور نویس واقعا من فکر میکنم عاشق کتاب مقدس بوده. کسی که این مزمور رو نوشته اصلا یک نگاه خاصی، یک علاقه خاصی داشته، و هر بار که من اینو میخونم باز میبینم هنوز جا داره. اونقدر که باید و شاید من شاید وابسته به این کلام هنوز نیستم، اونقدر که باید و شاید نمیخورم و در اون کند و کاو نمیکنم اونجور که این مینویسه اینجا. واقعا به کجا رسیده بوده این شخص؟ امیدوارم که همه ما و همه بینندگان عزیزم به اینجا برسیم. آیه 4 میگه تو وصایای خود را ام فرموده ای تا آنها را تماما نگاه داریم. نکته خیلی مهم دیگه اینه که کلام خدا روزنامه نیست که ما بخونیم زندگی داوود پادشاه، بله چه جالب، بعد سموئیل نبی، دیدی اینجا رو خیلی جالبه. کتاب مقدس این نیست. نوشته شده که ما اونها رو به جا بیاریم، نوشته شده که ما اونها رو انجام بدیم. کلام خدا میگه مثل اون شنونده نادان نباشید که شنید، صورت خودشو در آینه دید و رفت، فراموش کرد. ولی اون کسی داناست که کلام رو که میخونه انجام میده، مثل کسی که خونش رو روی صخره بنا میکنه، نه کسی که روی ماسه بنا میکنه. پس کلام خدا داده شده که ما اون رو به جا بیاریم. کاش که راه های من مستحکم شود تا فرایز تو را حفظ کنم. ای خدا، واقعا کاش که خدای ما این راه های ما رو در این کلام قرار بده. این هفته اون قرار میده ما بعد بمونیم، پاهای ما در این کلام باقی بمونه. آنگاه خجل نخواهم شد چون تمامی اوامر تو را در مد نظر خود دارم. احساس قلبی خودش رو داره بیان میکنه. برادر رضا، من فرصت دارم ادامه بدم یا نه؟ خواهش میکنم، بفهمیشون. باز فرصت هست؟ بله. من چند تا آیه دیگه میخوام توجه عزیزان رو جلب بکنم. آیه شماره 43 در همین مزمور 119 اینطور میگه و کلام راستی را از دهانم بالکل مگیر، زیرا که به داوری های تو امیدوارم. یکی از اسامی دیگه باز اینجاست، کلام راستی. تمام حقیقت اینجا نوشته شده. راستی مطلق، راستی خدا، راستی انسان، راستی نجات، هر حقیقتی که ما بهش نیازمندیم در اینجا نوشته شده. کلام خدا کلام راستی و دروغی توش نیست و خدا از اون پاسبانی میکنه. ادامه میدم با آیه 72 که میگه شریعت دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره. چه ارزشی داره؟ این که عرض کردم بهتر به هر شکلی شده، به هر قیمتی شده تهیه بکنیم. البته عزیزانی که دارن به خاطر صحبت بنده قیمتش رو بالا نبرن، سعی کنید قیمتش رو بیارید پایین تا همه بتونن تهیه بکنن، همه بتونن بخرن، و اگه شد حتی چاپ کنیم. از روی اینترنت جاهای خیلی زیادی هست که سایتایی هست که کلام خدا رو گذاشتن، ترجمه تفسیری، ترجمه قدیم، تمام اینا هست. حتی شده به قیمت خیلی زیاد صفحه صفحش رو چاپ بکنیم، ارزش داره. چون شریعت دهان تو برای من بهتر است از هزاران طلا و نقره. چون این واقعا قیمت نداره. کلام خدا برای این شخص از طلا و نقره واجب تر بوده. و دو آیه دیگه در مزمور 119 آیه 105 میگه کلام تو برای پایهای من چراغ و برای راههای من نور است. کلام تو باعث میشه من تو چاله نیفتم.
کلام تو راههای منو به من نشون میده و کلام تو منو هدایت میکنه. و آیه 123 هم برای شما میخونم و با این تموم میکنم. چشمانم برای نجات تو تار شده است و برای کلام عدالت تو، که باز برمیگرده به همون قسمتی که قبلا گفتیم، کلام عدالت، کلام راستی، لقب هایی که به کتاب مقدس داده شده این هم هست. کلام عدالت باز از دیدگاه، اگر عزرا نوشته باشه، از دید عزرا هم این کلام، کلام عدالت، چون تمام عدالت خدا در اون نهفته است. پس عزیزان غافل نشید از خوندن کلام خدا. رشد شما به این بستگی داره، نه تنها بخونید بلکه اون رو اطاعت کنید، حفظ بکنید و به دیگران هم تعلیم بدید. خیلی ممنون از توضیحات شما. خواهش می‌کنم. در همین مزمور 119 هم آیات 10 تا الی 16 اینجا چند آیه هست که من خدمت عزیزان بیننده میخونم. آیات 10 الی 16 هم میفرماید که به تمامی دل تو را طلبیدم، مگذار که از اوامر تو گمراه شوم. کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. ای خداوند تو متبارک هستی، فرایض خود را به من بیاموز. به لبهای خود بیان کردم تمامی داوری های دهان تو را. در طریق شهادات تو شادمانم، چنان که در هر قسم توانگری. در وصایای تو تفکر می کنم و به طریق های تو نگران خواهم بود. از فرایض تو لذت می برم، پس کلام تو را فراموش نخواهم کرد. تأثیر کلام خدا رو توی زندگی خودش داره میده. میگه که وقتی که من توی شریعت تو، توی کلام تو تفکر میکنم، پای من از بدی به دوره. بدی رو دشمن خودم میدونم، از بدی دوری میکنم وقتی که کلام تو رو پیش روم دارم و دارم درش تفکر میکنم و دارم در اون کلام، وقتی کلام تو رو میبینم، میخونم، مطالعه میکنم، اون شهادات تو رو میبینم، اون چیزهایی رو که تو در رابطه با خلقت من، خلقتی، آفرینش، عالم هستی درش یاد کردی، در رابطه با افکار خودت، اون چیزهایی که تو ذهنت باش در میون میگذاری، من با افکار تو در این کلام آشنا میشم و یک شناخت عمیق‌تری با تو دارم و از تو پیدا میکنم. و کلام خدا و هر چی که بیشتر میخونم، این فرایض تو رو بیشتر مطالعه میکنم، برش تفکر میکنم، بیشتر به تو نزدیک میشم. اینا بیشتر به من شناخت میده تا خدای آسمان ها رو بشناسم. در مزمور 1 من یک آیه رو دارم که بازم اون خیلی این آیات خیلی کمک میکنه. مزمور 1 مزموری هست که اون هم درش خوشا به حال ها داره. بله. و یه خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه سه تا هست، سه تا کار نباید بکنه. بذارید از روی خود کتاب بخونم، اینا رو ما جابجا گفتیم. خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود، به راه گناهکاران نایستد، در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر میکند. پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود که میوه خود را در موسم خودش میدهد و برگشت پژمرده نمیشود. به هر حال داره میگه که خوش به حالت، یعنی سعادتمندی و خوشبختی با اون کسی که به مجلس گناهکاران و غیبت کنندگان و استهزا کنندگان نمیره، بلکه روز و شب تفکرش در کلام خداونده، در شریعت خداونده برای این وقت میگذاره، تعمق میکنه، به قول شما روخونی نمیکنه، رمان نمیخونه، داستان نمیخونه، روزنامه نیست، آره. اطلاعات نیست، برای اینکه اطلاعاتش رو زیاد کنه و کلش رو بزرگ بکنه نیست، برای اینکه یک رابطه قلبی خوبی با خدا ایجاد کنه و خدای آسمان ها رو بیشتر بشناسه در این حد. و میخوایم که چون وقتمون تموم شده به بخش بعدی بریم. قسمت کاربرد سوال هایی رو داره که بینندگان عزیز قلم کاغذشون رو بردارن که در اون قسمت سوالایی رو بعد یادداشت کنیم، خودمون تو خونه جواب خواهیم داد به این سوالات. تا بخش بعدی.
بله دوستان عزیز بیننده، اگر قلم کاغذهای خودتون رو آماده کردید، سوالات این قسمت رو بعد شما عزیزان میخونم. میفرماید که شما کلام خدا را چگونه مطالعه میکنید و برای مطالعه از چه ابزارهایی استفاده میکنید؟ فکر میکنید که تا به حال کلام خدا چه تأثیری در زندگی شما داشته و چگونه کلام خدا در زندگیتان اون رو به کار میبرید و اطاعت میکنید؟ معمولا وقتی که ما کتاب مقدس میخونیم، یک یه دونه کتاب مقدس میذاریم جلومون و تا آخر مثل رمان، قصه یا هر چیز دیگه میخونیم تا اطلاعاتمون رو زیاد کنیم، ولی برای تعمق کردن خوبه که از ابزارهای لازم، از تفسیرهای مختلف استفاده کنیم. برای همینجا سوال کرده که شما از چه ابزارهای استفاده میکنید. خیلی خوبه که ما یک فرهنگ لغات داشته باشیم و از اون هم استفاده کنیم. به هر حال میخوایم که به قسمت بعدی بریم، ولی در بخش پایانی میخوایم که از برادرمون شهریار بگن که برنامه فصل بعدی فصل ششم هست فکر میکنم. بله. چه موضوعی رو ما بعد دنبال کنیم در این فصل؟ فصل ششم که ما ماهای گذشته در موردش صحبت کردیم راجع به شخص مسیحی و اطاعت هست. بله. که مرور خیلی خلاصه از اون رو در جلسه آینده با بینندگان عزیزمون خواهیم داشت. شخص مسیحی و اطاعت مبحث فصل ششم هست که در هفته آینده با هم در میان خواهیم گذاشت و از برادرم شهریار میخوایم که برای خاتمه دعا کنم برای بینندگان عزیز. بله دعا کنیم عزیزان. پدر آسمانی، از تو ممنون و متشکریم برای کلام تو، برای اون چیزی که فرستادی تا روشنگر راه های ما باشه. از تو ممنونم برای این کلام زنده که مقتدر و برنده تر از هر شمشیر دودم هست و واقعا قلب و جان و وجود ما رو میشکافه و به عمقهای تو میره. ممنونیم برای این کلام، ممنونیم برای تمام وعده های عالی تو، برای هشدارهای تو، برای تسلیات تو خداوند، برای زندگی انبیا که نوشتی، پیروزی های اونها و شکست های اونها. ممنونیم برای عهد عتیق و عهد جدید و مجموعه ای که به ما دادی تا خوراک هر روزه ما و زندگی بخش و حیات بخش ما باشه. تو رو شکر میکنیم که هر چیز آموختیم در این کلام هست و اون چیز که حتی میشنویم با این کلام محک میزنیم که آیا درسته یا نه. شکر میکنیم برای وجود این کتاب مقدس و خداوند رو دعا میکنم تا همه عزیزانم که این برنامه رو میبینن دسترسی داشته باشه. خداوند راه ها رو باز کن، مشکلات رو بردار تا کتاب هایی که فرستاده میشه و کتاب هایی که منتشر میشه به دست عزیزان برسه. تو رو شکر میکنم که دعای ما رو میشنوی، در نام عیسی مسیح طلبیدم. آمین. آمین. با تشکر از شما برادر شهریار و مرسی از همراهیتون، با سپاس از دوستان عزیز بیننده که تا این ساعت برنامه ما رو دنبال کردید. میخوایم که نظرات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال کنید و سوالی، نظری، پیشنهادی که دارید با ایمیل، از طریق ایمیل و تلفن‌های برنامه با ما در میون بگذارید. میخوایم که شما رو تا برنامه دیگه به خداوند بزرگ بسپاریم. بدرود عزیزان.